سهراب سپهری، شاعر و نقاش پرآوازه ایران، در نیمه مهر ماه سال 1307 هجری شمسی در خانواده اهل هنر در کاشان چشم به جهان گشود. او از معدود هنرمندانی بود که توانست اندیشه هایش را هم در تصویر و هم در ادبیات با گیرایی هرچه تمامتر ارائه کند. سپهری در حین تحصیل در دبیرستان تمام وقت آزاد خود را به نقاشی در اطراف تپه های قمصر می گذراند. او با اتمام تحصیلات متوسطه به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد و در سال 1327 هجری شمسی بر حسب اتفاق با منوچهر شیبانی آشنا شد. شیبانی که از اعضای اصلی گروه خروس جنگی بود و با نیما یوشیج دوستی داشت، بر روی ذهن سهراب جوان تأثیر بسیار گذاشت. سپهری در سال 1332 هجری شمسی از دانشکده هنرهای زیبا نشان درجه یک علمی را دریافت کرد و به زودی در هنرستان تازه تأسیس هنرهای زیبای تهران مشغول به تدریس شد. سپهری در سال 1336 هجری شمسی به پاریس رفت تا در رشته چاپ سنگی تحصیل کند. او پس از اتمام تحصیلاتش، پس از سلسله مسافرت‌هایی به اروپا و به ویژه هند و ژاپن، شیفتگی عمیقی به فلسفه و فرهنگ مشرق زمین به ویژه زنیسم در خود احساس کرد. این طرز تلقی و تفکر شرقی و ترکیب آن با زیست شخصی سپهری بنمایه اشعار و نقاشی‌های او را پدید آوردند. آثار سپهری شامل نقاشی‌ها و طراحی‌هایی از طبیعت بیجان، ترکیب بندی‌هایی با نوارهای رنگی و مربع‌ها، مناظر کویری و شقایق‌ها، جویبارها و تنه‌های درختان می‌شوند. سپهری ابتدا کار خود را مانند هر نقاش دیگری با واقع گرایی آغاز کرد، اما خیلی زود تحت تأثیر آثار جلیل ضیاپور به بیانی کوبیستی گرایید. آشنایی او با فرهنگ شرقی به ویژه زنیسم و بودیسم، علاوه بر عشق به طبیعت، از موضع اصالت وجودی به آثارش سادگی و عمق ویژه‌ای بخشیدند. سادگی غیر ممکن که در ادبیات با عنوان سهل ممتنع شناخته می شود. مسیری را که سهراب در آثارش طی کرده به روشنی در مجموعه‌ای که از تنه‌های درختان کار کرده و جزء آثار شاخصش به شمار می‌رود دیده می‌شود. در این مجموعه از آثار سپهری، فقدان پرسپکتیو به معنای رایج آن برآمده از نگاه کوبیستی و همچنین زنیستی اوست. در کنار این ویژگی، ساخت و ساز تنه درختان حاصل نگاه طبیعت‌گرایانه و عشق سپهری به طبیعت است. ادغام این دو روی کرد، یعنی عرفان شرقی با زیبایی شناسی غربی که شاید در نظر دیگر نقاشان متناقض بیاید، ویژگی منحصر به فرد آثار سپهری است. انتخاب تنه درختان به عنوان سوژه و نه شاخه ها و برگ ها برآمده از نیاز نقاش به خلاصه دیدن و انتزاعی دیدن واقعیت است. سپهری با انتخاب تنه ها به عنوان استوارترین قسمت درخت، در واقع خطوطی را انتخاب کرده که با کار کردن آنها بتواند از بند جزئی نگری رهایی پیدا کند و به نگاهی کلی که به واقعیت اشراف دارد دست یابد. عشق سپهری به طبیعت حتی در آثاری که کاملا انتزاعی هستند و اشکالی هندسی را در خود جای دادند دیده می شود. نقاش در این آثار مانند اشعارش منبع و بنمایه خود را طبیعت قرار داده است. تمام این خصوصیات در کنار هم باعث می شود تا بیننده با نگاه به آثار سپهری تجربه عرفانی و مکاشفه گونه را احساس کند. رنگ در آثار سهراب به طور کلی از قواعد هارمونیک تبعیت می کند. مگر لکه یا تأکیدی که نقاش سعی داشته تا توجه بیننده را بر آن متمرکز کند. مانند لکه قرمز که با توجه به اشعار سهراب یادآور شقایق است. نمادی که معنا و هدف زندگی در تفکر سهراب فرض می شود. تونالیته آثار او عمدتاً اوکر و خاکستری است. رنگ هایی که عمدتاً برآمده از زندگی و تجربه زیستی سهراب از زندگی در حاشیه کویر مرکزی ایران هستند. عنصر مهم دیگر در آثار سپهری بداهگی است.
این بداهه کار کردن که به غایت ریشه در فرهنگ شرقی و ایرانی دارد، علاوه بر اینکه به هنرمند آزادی می‌بخشد، بین هنرمند و اثر رابطه‌ای بی‌واسطه به وجود می‌آورد، به گونه‌ای که گویی اثر به طور کامل ترجمان وجود خود هنرمند است. این رویکرد باعث شده تا بیننده با نگاه به آثار سهراب دریابد که هنرمند از قید و بندهای اصول و ابزار فراتر رفته و تجربه بکر و خالص را در اختیار او قرار داده است. برخی از آثار سهراب سپهری علاوه بر مجموعه های خصوصی در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شوند. تعدادی از آثار سپهری نیز توسط خواهرش به موزه کرمان اهدا شده است.